دور شما تمام شد، حالا میخوایم بریم سر دوخت. دوختمون هم سعی کنیم به ترتیب دونه دونه جلو بریم که باز بتونیم بهتر کارمون رو پیش ببریم. اول از همه من میام اون نوار پایین لباس رو میدوزم، اون نوار تزئینی که میخوام به لباس وصل بشه. من پشت یا جلو رو فرق نمیکنه توضیح میدم که چجوری میدوزم، بقیه قسمت ها رو هم به همین صورت میدوزم. قسمت پشت رو باز میکنیم، این نوار میخوایم به این پایین اضافه نمیخواد بشه که ادامه کار بشه و قدمون بلند بشه، میخوایم تو همون پنل بالا دوخته بشه. به این صورت عمل میکنیم، اندازه پهنای کارمون هر چقدر که هست روی نوار سفید علامت میزنیم و حالا اینو برمیگردونیم، از اون خط پایین ترش رو شروع میکنیم به دوختن که اینو بعد از دوخت برمیگردونیم به سمت پایین و اوتو میکنیم. نوار رو به این شکل میدوزیم و حالا با اوتو برش میگردونیم به سمت پایین به این شکل و چین رو به اینجا وصل میکنیم. خب بعد از اینکه این نوارهای پایین رو دوختیم، حالا میایم مرحله بعدی قسمت سرشانه رو میدوزیم. سرشانه پشت و جلو رو به هم دیگه وصل میکنیم. بهتون پیشنهاد میکنم برای اینکه یه کار خیلی تر و تمیزی داشته باشین و در واقع یه دوخت مزونی داشته باشین، داخل کارتون هم به اندازه همون بیرون کار لذت ببرین، حتما از برای تمیزسازی لبه درزتون از نوار استفاده کنین. از این نوارای آماده تو همه رنگ ها تو بازار موجوده. شما میتونید متناسب با رنگ پارچه‌تون این رو تهیه کنید و به درزتون بدوزین. به همون گفته بودین که دوختش رو از نزدیک نشون بدین. من بدون اینکه پایمو عوض کنم میدوزم و شما هم اگه این کار رو عادت کنید خب سرعت کارتون بالاتر میره. این نوارایی رو که شما میگیرین به این صورت از وسط میتونید، یعنی یه همچین پهنایی داره و یه خط این وسط داره، شما این خط تایی رو که این وسط هستش باید لبه درزتون بذارین. به این صورت که این رو زیر کار میذارین، لبه درزتون به اون خط وسط نوار میاد و این بر رو تا میکنید و برمیگردونید به روی کار و شروع میکنید به دوختن. دقت کنید که حتما زیر کار هم دوخته بشه و از زیر چرخ در نره. در حین دوخت کاملا با دستتون لمس میکنید که زیر کار دوخته هستش برای اینکه چرخ از روش رد بشه یا نه. اینو همش چک کنید که بعد از دوخت یا نبینید که ای وای خیلی قسمتش دوخته نشده باشه. بعد از این که سرشانه رو دوختیم، حالا میخوایم آستین رو بهش وصل کنیم. تو این قسمت بین آستین و این درز حلقه آستین یه چینی باید داشته باشیم که گفتم نوارهای باریکی رو در میاریم به عرض پارچه و پایینش رو سردوز میکنیم، تو میذاریم، بالاش رو هم یه دور دوخت میریم، نوار این نخ دوختمون رو میکشیم تا این چینا به اندازه این حلقه آستین در بیاد. خب این چینمون رو میتونیم با سوزن به حلقه آستینمون فیکس کنیم و حالا اون مستطیلی که گفتم به اندازه قد آستین و عرض پارچه در میاریم رو بهش وصل کنیم. این مستطیل هم قسمت بالای کوچولو چین میخوره و قسمت پایین هم خب چینش بیشتر میشه چون دور مچ باریکتره. من تو قسمت بالا چین نمیدم، فقط وسط کار رو به حالت یه پیلی تا میزنم، روی اون چینه فیکسش میکنم از دو طرف کار تا برسم به وسط. وقتی به قسمت وسط کار که رسیدیم، به این حالت این لبه اضافه رو تا میکنیم که یه پیلی اینجا ایجاد میشه. حالا این خط رو میدوزیم. خب بعد از اینکه ما این چین رو بین حلقه آستین و آستین فیکسش کردیم، با سوزن من فیکسش کردم که سرعت کار بالاتر بره، این رو میدوزیم. فقط دقت کنید که چینا خیلی مرتب باشه، همه جا یک دست چین خورده باشه. حالا ما سرشانه رو دوختیم، این چین رو بین آستین و بدن قرار دادیم و حالا این قسمت که قراره بهش مچ وصل بشه رو هم دو دور دوخت رفتم، این دوتا دوخت رو جمع میکنم و به مچ آستینمون وصل میکنم که به این صورت میشه. خب قبل از اینکه مچمون رو وصل کنیم، دو طرف مچمون رو میبندیمش. حالا بعد از اینکه دو
دو طرف مچمون رو دوختیم، از پشت آستین وصل میکنیم و به روی کار نیش میزنیم. فقط حواسمون باشه درزای پهلوی آستین هامون حتما نوار دوزیش یا سردوزیش انجام بشه، بعد مچ رو بست کنیم. من الان اینجا انجام ندادم، یه دقیقه نوارش رو میدوزم، بعد مچ آستین رو بهش وصل میکنم. خب نوار دوزی های درز پهلو رو انجام دادیم، حالا مچمون رو به همون صورت که گفتم وصل میکنیم. از پشت آستینمون این لبه رو تا میکنیم، این لبه مچ رو ببینید، این لبه آستین رو تا میکنیم به سمت داخل، این مچ رو میذاریم لبهش و تا آخر کار میدوزیم. مچمون حالا وصل شد. تو همین مرحله درزای پهلوی آستین و پهلوی کارمون رو هم میدوزیم. نکته ای رو باید بهتون بگم، وقتی که ما مچ آستینمون رو وصل کردیم و میخوایم درز زیر آستینمون رو بدوزیم، چند سانتی رو به عنوان چاک برای در واقع روهمگرد این آستین و اینکه راحت حرکت کنه رو نمیدوزیم، از حدود 4 تا 5 سانت به بعدش رو میدوزیم. مچ آستینمون رو وصل کردیم، درز پهلوی آستین و بدنه رو دوختیم، اوتو کردیم و مرتب شد. حالا میخوایم چین پایین لباسمون رو بست کنیم. اون رو هم بهتون گفته بودم که نواری به عرض پارچه و به طول حالا 17 سانت 20 سانت هر چقدر که خواستین در میاریم، پایینش رو تمیزدوزی انجام میدیم، بالاش رو یه دور دوخت میریم یا دو دور دوخت میریم و نخش رو میکشیم، به این صورت چین میخوره. چین رو با پایین لباس اندازه میکنیم و دور تا دور رو سوزن میزنیم و میدوزیم. از این قسمت چون قرار سجاف کار بهش بست بشه، به اندازه یه جا دوخت نگه میداریم و بعد از اون شروع میکنیم این رو سوزن زدن. چینمون رو بست کردیم، نوار دوزیش رو هم انجام دادیم، حالا میخوایم سجاف رو بست کنیم. من سجاف رو، سرشانه های سجاف رو به هم دوختم و لبه سجاف رو هم نوار دوزی کردم. حالا از همین سر میذارم روی کار و دور تا دور کار رو میدوزم. خب دوستای گلم، این مانتوی ما هم تموم شد. فقط که اگر میخواین یه کاری که در واقع مزون دوزی باشه و کار خیلی شسته رفته ای رو داشته باشین، حتما دقت کنین هم موقع برش به ترتیب کارا رو برش بزنین، هم موقع دوخت به ترتیب دوختا رو بدوزین، که خیلی پخش و پلا کار نکنید. به داخل کارتون خیلی توجه کنین، حتما اون قسمت هایی که لازم نوار دوزی بشه حتما نوار دوزی هاش رو انجام بدین که داخل کار هم به اندازه بیرون کار ترتمیز باشه. امیدوارم که از این کار خوشتون اومده باشه.